مخلص همه دوستان عزیز، با یه غذای خوشمزه و مشتی اومدیم باز مهمون خونه هاتون شیم. مهربانو بگو چیه؟ یاران مهربان سلام، یه فیشن چیپس خوشمزه درست کردیم که وقتی داشتم سرخ میکردم نمیدونی چه عطری رو انداخته بود. واقعیته. به به به. خب تا سرد نشده بریم بزنیم به بردن. بله. خب شما خود مایی برم دیگه. بله فقط صدا داشته باش. اوه عین سماته است. برو بریم. خب بسم الله. اینم مغزش کاملا پخته. عالی. تند شده یه خورده. خوبه. من ساسم هم تنده. اصلا دلت میاد این ماهی رو با ساس بخوری؟ نه خدای عالیه. خدای عطرش عالیه. دوستان حسن سفاری اینه که همه دوست دارن. درسته یه خود دنگ و فنگ داره درست کردنش، ولی نتیجه کار عالیه، خصوصا کوچولوهای بدغذایی که هر چیزی رو نمیخورن. شما قشنگ میتونید با مواد سفاری کاورش کنید، سرشون رو گول بمالید بدید بخورن. چیپسای مهربانو رو داشته باش. اینو خیلی تون کردی. خوب بیبر زدم بهش. عالیه. این ماهی سخاری رو با هر ماهی که استخون نداشته باشه یا استخون درشت داشته باشه بتونید به راحتی جدا بکنید، میتونید درست بکنید. قاعدتا با ماهی تیلاپیا درست میکنن، ولی ما اولین تستیه که با ماهی قزل زدیم و انصافا عالی عالیه، کاملا پخته. یعنی اون حرارتی که دیده روش سخاری بشه قشنگ داخلش رو مغز پختی کرده. آقا درست نیست اینه بهش نخوردن. ما رو نگاه کنن ببین رسپیشو ببینن درست کنن زودتر بزنن بر بدن حالش رو ببرن. خدای عالی عالی. و جای همتون همینجا کنار ما خالیه. خالی. خب دوستان اول از همه میریم سراغ خرید ماهی. یه قزلالای تازه و خوشگل از آبهای سرد علمود که دهنش از تعجب واموند و نمیدونه که قرار پوستش رو بکنیم. ماهی که تازه باشه گوشتش سفت و چشماش براقه. یه دونه درشتش رو انتخاب کردیم که بعد از جدا کردن پوست و تیغش از تن لطیفش یه گوشت قابل توجه بهمون بده. برای تهیه قزل حتما دقت داشته باشی زیستگاهش آبهای سرد باشه که ابدا بوی زهم نداره و گوشتش سفت و بسیار لذیذه. برای ماهی سخاری حتما باید پوستش گرفته بشه. پوست ماهی قزلالا پولکای فوق‌العاده ریزی داره و خودش هم لیزه. غیر از استخون کمرش که ماهرانه گرفته میشه، یه سری استخونم تو گوشتشه که بعداً خودمون درش میاریم و راهش رو بهتون میگم. اینم از استخونای شکمش که خیلی ظریف و راحت جدا کردن. و اما باید بریم به قسمت جذاب و دیدنی جدا کردن پوست ماهی. و ببینید که چه ماهرانه پوست و استخون ماهی رو ازش جدا کردن بدون اینکه ذره‌ای به گوشتش آسیب برسه و له بشه. و اینا همش نشونه تازگی ماهی و تبحر استاد کارت به دسته که دست مریضات دارن. خب اینم از ماهی فیلت شده و حالا به چند تیکه تقسیم میکنن که ضخامتش هم ببینید. به به دست شما درد نکنه و کار ما دیگه اینجا تمومه. این از ماهیامون. حالا میریم واسه باقی مراحل. ماهیای خرد شده رو با آب کاملا سرد میشوریم و بعد از آب کشی کردنشون زمان میدیم که آب اضافهش بره. از اونجایی که تیکه های ماهی واسه سخاری کردن درشت بود از وسط نصفش کردیم.
تیغای داخل گوشتش رو هم به کمک یه موچین تمیز با احتیاط کشیدیم بیرون. وقتی روی سطح گوشت ماهی دست میکشیم متوجه میشیم که دیگه استخونی داخلش نمونده. واسه مرینت کردنش از پودر سیر و پیاز، پودر انبه، فلفل سیاه، ادویه ماهی، ادویه تندوری و نمک صورتی استفاده میکنیم. کمی زعفرون دم کرده میریزیم داخل کاسه و اینم از روغن زیتون که حدود یکی دو قاشق غذاخوری بهش اضافه میکنیم و حالا همه رو با هم دیگه هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. و اینم از ماهیای فیله شده که میریزیم داخل کاسه و با اون سس به آرومی هم میزنیم در حدی که سطح روی ماهی به مواد مرینت آغشته بشه. این چاشنی فوق‌العاده عطر خوشی به ماهی میده. ادویه تندوری کمی تنده، پودر انبه هم کمی نمکی که در مجموع پایه خوبی واسه طعم‌دار کردن ماهیه. روی ظرف رو سلفون میکشیم، یه روز میره تو یخچال تا قشنگ با این ادویه ها مزه‌دار و اصطلاحاً ماهیمون بیات بشه. خب بعد از اتمام زمان مورد نظر میخوایم با مواد سوخاری پوششش بدیم. این از فیله های مزه‌دار شده ماهی قزلمون، پودر پاپریکا، پودر سیر و پیاز، پودر آویشن و نمک که میریزیم داخل آرد گندم تا با هاش یه آرد طعم‌دار و معطر درست کنیم. زعفرون دم کرده رو به تخم مرغامون اضافه میکنیم و اونقدر هم میزنیم تا از حالت لختگی در بیاد. عطر زعفرون بوی زخم تخم مرغو میگیره. اینم از پودر سوخاری دونه درشتمون. یه تیکه از ماهی رو بر میداریم، اول همه جاشو به آرد مزه‌دار شدمون آغشته میکنیم و بعد داخل تخم مرغ زده شده میغلطونیم. مجدد داخل آرد و برای بار آخر کاملا همه جاشو تخم مرغی می کنیم که سطح روی ماهی کاملا چسبنده بشه و در نهایت با پودر دونه درشت سوخاری همه جاشو خوب کاور می کنیم. با دست کمی فشارش می دیم که پودر قشنگ روی سطح چسبنده آرد و تخم مرغ بچسبه و ببینید که به همین خاطر چقدر قشنگ پودر سوخاری به سطح ماهی چسبید. حالا یه بار دیگه بریم با هم مراحلش رو ببینیم. دوستان از اونجایی که با این ماهی نون یا برنج نمیخوریم، این دو لایه آرد و تخم مرغ که ماهی رو باش کاور کردیم و اون لایه آخر پودر سوخاری بعد سرخ شدن یه غلاف نونی تر دور ماهی ایجاد میکنه که بسیار خوشمزه و عالی و ترده. زخامتش هم در حدیه که تا گوشت ماهی قشنگ حرارت نفوذ میکنه و مغز پخت میشه. و به همین قشنگی کل فیله های ماهی رو آماده میکنیم. مثل همیشه یک ساعت داخل یخچال بهش استراحت میدیم تا پودر سوخاری رطوبت لازم رو جذب کنه که موقع سرخ شدن از سطح روش جدا نشه. خب بریم سراغ مرحله بعد. دو تا سیب زمینی داریم که به کمک دستگاه یا دست به صورت یکسان ورقه ایشون میکنیم. قطر تیغه دستگاه رو امتحان میکنیم و دست به کار میشیم. ضخامت ورقه های سیب زمینی حدود 2 میل باشه عالیه، چون نمیخوایم که خیلی نازک از کار در بیاد. سیب زمینی های ورقه شده رو میریزیم تو یک کاسه آب یخ و نیم ساعتی بهش زمان میدیم که از حالت نرمی در بیاد و بعدم آبکشیشون میکنیم و همه رو میچینیم روی پارچه تمیز و خشکشون میکنیم تا نوبت سرخ کردنشون برسه. و حالا دیگه وقتشه که بریم سر گاز. داخل تابه کاملا داغ روغن میریزیم و همین که به دمای مناسب رسید فیله ماهی های سوخاری رو دوستانه میچینیم کنار هم تا با حرارت متوسط رو به پایین به صبر و حوصله همزمان با برشته شدن زیرش ماهی هم بپزه. شعله زیاد نباشه و الا لایه سوخاری سری سرخ میشه و مغز ماهی خام و آبدار میمونه. توی قابلمه داغم روغن میریزیم تا ورقه های سیب زمینیمون رو سرخ کنیم. حرارت متوسط رو به بالا باشه که سری چیپسی و برشته بشه. مرتب هم میزنیم که روی هم نمونه و نچسبه. وقتی که سرخ شد و رنگش تغییر کرد و به این حد رسید از روغن خارج میکنیم، میریزیم توی ظرفی که روغن اضافهش بره و خودش هم خنک بشه. فقط اینکه توجه کنید چیپسا روی هم نمونه و الا نرم میشه و به همین شکل کلش رو سرخ میکنیم.
بعد از اینکه چیپسامون خنک شد، ترکیبی از نمک، پاپریکا، ادویه گوجه تنوری و پول بیبر می‌ریزیم روش تا اینکه چیپسامون یه طعم بهشتی بگیره. خب اینم میره کنار تا دوباره برگردیم سر گاز. یه طرف ماهی ها سرخ شده، همه رو بر میگردونیم تا اون طرفش هم برشته بشه. و زمانی که دو طرفش سرخ و طلایی و برشته شد، میذاریمشون روی دستمال حوله‌ای تا روغن اضافه‌ش هم گرفته بشه. فیشن چیپس ما آماده شده. امیدوارم که با این رسیپی بپزید و نوش جان کنید و لذت ببرید. ساده که میشوی همه چیز خوب میشود. خودت، غمت، قصت، هوای شهرت، حتی دشمنت. یک آدم ساده که باشی، همیشه لبخند بر لب داری. بر روی جدول‌های کنار خیابان راه می‌روی. زیر باران دهانت را باز می‌کنی و قطره قطره باران می‌نوشی. آدم برفی که درست می‌کنی، شال گردنت را به او می‌بخشی. انسان‌های ساده بوی ناب انسانیت می‌دهند. به همین سادگی.